معنی این اون پولو میشناسم. میدونم شما ها میخواین چی کار کنین. شوخیتون گرفته؟ چی شده؟ وسایل ندیم کجاست؟ همین چند لحظه پیش که اینجا بود. ندیم کجاست؟ رفت. یعنی چی که رفت؟ کجا رفت؟ آقا ندیم رفت. برای همیشه رفت. آقا آگاه، گفتن اینجوری برای همه بهتره، از همه بیشتر برای خود ندیم بهتره. نمیدونم کجا بردنش، اما رفت یه جای دور. حتی اینم نمیدونم که برمیگرده یا نه. تا حالا از خودت پرسیدی؟ فقط برای اینکه بتونی جلوی اون ظلمی که به ندیم میشه رو بگیری این کارو میکردی؟ مگه تو فرشته ای؟ فکر کردی تو فرشته ندیمی؟ تو واقعا یه فرشته ای؟ یا اینکه عاشقی؟ فقط یه عاشق. تو اتاق با دخترم چی کار میکنن؟ اصلا پسر تو اینجا چی کار داره؟ شما اینجا چی کار داری سهر خانم، میشه بگی؟
مگر نگفتم فقط دختره رو بیارین ها؟ من میخوام بدونم تو اتاق دارن با دختر من چی کار میکنن؟ این قضیه اصلا چه ربطی به پسرت داره؟ سحر خانم، انقدر منو تحت فشار نذار. خودت خوب میدونی تا زمانی که وقتش نرسه دهنم باز نمیشه. از چی داری حرف میزنی؟ به زور ما رو آوردن اینجا، هنوز نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بعد یهو دیدم دست پسرتو گرفتی و آوردی، الان توقع داری هیچی نپرسم؟ لطفاً دستتون رو شل کنین، خیلی سفت کردینش. دخترم، جیک تموم شد؟ پسرتون خون ندادن؟ نداد. اینا رو برسون خونه. آقا آقا، جنگ سب کن، جلوی نوسی رو بگیری. گاز بده، گاز بده. چرا خون ندادی؟ خون منو برای چی میخوای بابا؟ اگه نمیدونی برای چی خونتو میخوام، چرا فرار کردی پسر؟ ها؟ خونه نیستن، من الان پشت درم. تو اون بیمارستانی که من هماهنگ کردم نبودم، برده یه جای دیگه. خب زنگ بزن بپرس ببین کجا بردنش. چرا واسه من ناله میکنی شنیز خانم؟ بایدم ناله کنی. از این به بعد به جای ما تو باید ناله کنی. مراقب حرفاتون باشین، مسافرای یک کشتی هستیم. کشتی دیگه غرق شد چنیز خانوم. بهت اجازه نمیدم نوه منو بفرستی زیرا. اگه پدرش یقه پسرشو چسبیده همه چی معلوم میشه، همه میفهمن نوه منو مجبور به چه کارایی کردی. از این به بعد این تویی که میسوزی. اخ اخ، میدونی چرا خواستم خون بدی؟ چون میخواستم مردونگی تو، آدم بودن تو، شخصیت تو ثابت کنی، فهمیدی؟ چون من تو اون ویدیویی که مادر تو گاف صندوق قایم کرده بود یه چیزی دیدم که مادر اون دختر ندید. چون دیدم اون دختر برای رفتن چطور داره سر ندیم داد و فریاد میکنه، چطوری خودشو به در و دیوار میکوبه. میدونی مگه نه؟ میدونی که جنگ داره میره آمریکا و از این خوشحالی مگه نه؟ حرفمو خوردم. آخه میگن مردا 9 تا حلقوم دارن. بعد یه نفس کشیدم و سکوت کردم. فکر میکنی بعدش چیزی فهمیدم؟ نه، نه هیچی نفهمیدم. نتونستم چیزایی که دیدم از ذهنم بیرون کنم. اون کرمی که رفته بود تو مغزمو نتونستم بیرون کنم. به جای اینکه خودمو با شک نابود کنم، چشمامو بستم، خیلی بی سر و صدا اون کرمو از وجودم کشیدم، بیرون انداختم دور. حالا اگه ازت بخوام برگردیم بیمارستان خون بدی چی میگی؟
باشه بیا بریم. من یه بار با اون بیمارستان رفتم. اونجا رو نه، جیگرم رو زیر پا گذاشتم رفتم تو. تو پسرم پدرشو برگردوند، الانم جیگری نمونده که بخوام زیر پا بذارم. من که هیچی نفهمیدم بابا. چی شد؟ یعنی منصرف شدی؟ از ندیمم خون گرفتم. زمانی که جوابش به دستمون رسید پدر اون بچه ندیم نباشه و یکی دیگه باشه؟ اون موقع پدر و پسر جیگرامونو میاریم بیرون، هنش میکنیم رو زمین، از روش رد میشیم و برمیگردیم بیمارستان. قبوله؟ شما ها کجا این پس؟ چند ساعت پشت درم؟ نکنه شما هم میخواییم بیاییم تو؟ آره آگاه خان گفتن اینجا باشیم که شاید چیزی لازم داشته. ما چیزی لازم نداریم. من با آگاه خان حرف میزنم بعد میرم. بگو ببینم دخترم، تو بیمارستان باها چی کار کردن ها؟ واسه تست دی ان ای ازم خون گرفته. خب نمیخوای چیزی بگی مامان؟ منو ببر پیش آقا. آقا دختر تو چی کار کردی ها؟ چی کار کردی؟ بیا خب ندیمو کجا بردن؟ نمیدونم. یعنی جرن خبر داره؟ گرچه اگه بدونم به اندازه تو قصه نمیخوره. بعید میدونم. جمره نمیخوام دخالت کنم، نمیخوام چیزی بگم، چون میدونم اگه بپرسم من به هیچ جوابی نمیرسم. اما اگه تو به خاطر ندیم اینجوری خودتو به آب آتیش میزنی؟ ببین میخوام اینو بگم که
بابا چه خبر شده؟ ندیمو چی کارش کردی؟ نه ترس دخترم، چیز خاصی نشده. بابا حالت خوبه؟ اونم تو این شرایط؟ دقیقا وقتی داشت چیزی میشد. دامرا ببینم چی شده. دامرا تو نمیخواستی بری آرایشگاه؟ انگار کار داشتی دخترم. من میخواستم برم پیلاتس. برو دیگه دخترم، حالا هرچی که هست برو، دیرت میشه عزیزم، برو برو بابا برو، خسته نباشی. در مورد ندیم چی میخواستی بگی که جلوی من نگفتی؟ من چه میدونم بابا. آقا آقا، چی شده عروس؟ این چه طرز اومدنه؟ مگه میخوای بازجویی کنی که همینجوری سرتو میندازی پای میتو؟ بازجویی نیست، میخوام در مورد ندیم بپرسم. ندیم کجاست؟ عزیزم چرا شما نوبتی میایین پیش من؟ اول خواهرت، الانم تو. تو هم که زورت فقط به من میرسه. مگه من به چی گفتم؟ اگه واقعا در مورد این اتفاقا چیزی میدونی خب به منم بگو. هیچی نباشه، بالاخره شوهر خواهرمه. میشه اینا رو بنویسی روی کاغذ بدی دست من؟ میخوام بزنم رو دیوار اتاقم. الان توی خونه کی با کی چه نسبتی داره؟ کی با من چه نسبتی داره؟ اینم واسه تو سرگرمی شده. برای تو هم سرگرمی باشه. اگه تو تیمارستان کار جای خودتو سرگرم نکنی میخوای چی کار کنی؟ اصلا میگم چطوره منو ببری پیلاتس؟ تو رو با هم سرگرم میشی. ممنوعه، من دیگه راننده تو نیستم. اصلا هر چی که هستی، هر نسبتی که داری، به خاطر همون منو ببر. باشه باشه، اینجوری بهتر شد. تو رو بهترم میشه. ببینیم و تعریف کنیم. خون ندادی، چیزی که مهمه اینه. چه اهمیتی داره ماما؟ ندیم داده. وقتی مشخص بشه بچه ندیم نیست، بابا نمیره دنبال کسی، مستقیم میاد سراغ من. پسرم فعلا مجبوریم خون سرد باشیم. مامان دیگه تموم شد، همه چی تموم شد، نمیبینی؟ تموم شد. باشه پس تموم شده. اگه تموم شده چرا به پدرت نمیگی؟ اگه میدونستم طاقت شنیدنشو داره حتما بهش میگفتم. مامان اصلا برات مهم نیست بقیه در چه حالن؟ نه، فقط به این فکر میکنی که چی به سر ما قراره بیاد. اصلا به این فکر نمیکنی که بابا ممکنه سرفکنده بشه، حتی بهش فکرم نمیکنی. من میخوام بابامو زیر پا بذارم. بابامو اگه بفهمه دیگه نمیتونه تو روی ندیم نگاه کنه. جمرم از یه طرف، میدونی اگه بفهمه چه حالی میشه؟ میدونی چقدر ازم متنفر میشه؟ دختر بیچاره برای هر لحظه‌ای که کنار من بوده از خودش خجالت میکشه. فقط شرافت خودم نیست، شرافت اونم زیر پا میذارم. مردی که به زنش اعتماد نداره، به آزمایشی که زنش گرفته میتونه اعتماد کنه؟ آدمی که به زن و بچه خودش اعتماد نداره چطوری میتونه به من اعتماد کنه؟ نمیخوای ازم بپرسی؟ ها؟ نمیخوای بپرسی شک آقا آقا درسته یا نه؟ نمیپرسم. من همچین چیزی رو از دخترم نمیپرسم. سحر حالت خوبه؟ چرا رنگت پریده؟ آقا آگاه تو اتاقشونن. میدونم، کاملا متوجه میشم که از بیرون چطوری به نظر میاد، اما حداقل بگین کجاست؟ کجا رفته؟ اصلا چرا رفته؟ یهو اینجوری ناپدید شدنش اصلا طبیعی نیست. من هر کاری کردم فقط به خاطر اون بود. حداقل به هم بگین کجاست. هر کاری. تو به خاطر اون هر کاری کردی. آره درسته، درست شنیدم عروس؟
میشه کارایی که کردی بگی؟ اگه بهتون بگم اون وقت شما به من میگین که ندیم کجاست؟ داری با من معامله میکنی؟ یعنی اون چیزی که قراره بگی اونقدر مهمه که به خاطرش حاضری معامله کنی؟ آره؟ آقا مامان جان میشه یکم ما رو تنها بذاری لطفا؟ تو باید ما رو تنها بذاری عروس، برو بیرون لطفا. آقا داشتیم در مورد مسئله مهمی حرف میزنیم. فعلا من و مادرت باید حرف بزنی. مامان شما خوبی؟ عروس گفتم برو بیرون. از شهرت معلومه که تو هم به شک افتادی. آره من اون شکی که تو دل تو هم هست و ازت میگیرم. من اجازه نمیدم به دخترم تهمت بزنی. کارمون اشتباه بود مامان، من نمیتونم تو روی کسی نگاه کنم. بابا، جمره، حتی داملا، من دیگه حتی نمیتونم تو روی خواهر خودم نگاه کنم. مامان اون بچه قراره به من بگه بابا و من نمیتونم حتی تو روی اون بچه نگاه کنم. مزخرف نگو، اون بچه هیچ وقت به تو بابا نمیگه. حال و روزشو ببین، هنوز جواب آزمایش نیومده کم آوردی؟ خودتو جمع جور کن پسرم، این اولین باری نیست که پامون به لبه یه پرتگاه میرسه. اگه اینم پشت سر بذاریم، اگه اینم بگذره، بازم آخرش خودت نیست. خودت خوب میدونی که این دفعه دیگه نمیتونیم قصر در بریم. خودت هم میدونی قرار چه اتفاقی بیفته، فقط میخوای زمان بخری. میدونم، چون منم دارم همین کارو میکنم. ببین خیالش چقدر راحته. خدایا خودت به این دختر یه عقلی بده. ای مامان بزرگ، میشه اینقدر سرم غر نزنی؟ برو چمدونتو جمع کن، باید چمدونمون آماده باشن. قراره با رقص و آواز برگردیم امارت. آره با رقص و آواز. آره با رقص و آواز میریم حتما. بعدش قراره چی بشه جرن؟ تو که اصلا برات مهم نیست. میدونم، نمیفهمم چرا اینقدر خیالت راحته. تو دیگه واقعا زده به سرت جرن. درسته که منم جلوی اون زن شنیز خودم رو نباختم، اما این دفعه دیگه خیلی فرق میکنه. به نظرت آگاه خان چی کار میکنه ها؟ فکر میکنی بعد از این همه آبروریزی پسرشو میبخشه؟ باشه، فرزن به بچه رحم کرد، ولی چه فایده ای داره؟ اینا همش خود نمایی میکنن. همه این پول و ثروت و قدرت، همه چی مال آقا ندیمه. فکر کردی فردا پس فردا اگه همون آقا ندیمی که پسندش نمیکنی خوب بشه، انتقام کارایی که باهاش کردین از تو شنیز نمیگیره؟ تو فعلا با رقص آواز چمدونت رو جمع کن جرن خانم، ولی معلوم میشه این چمدون میره تو امارت یا قرار خودت و این چمدون با هم برین ته جهنم. چشاتو بستی و یادت رفته که پدر بودن یعنی چی آقا؟ اینقدر چشمات کور شده که حتی راحت به پسر خودت و دختر من تهمت میزنی؟ من اون ویدیو رو نشونت دادم که این کارو بکنی؟ کار زشت دخترم و خودم فاش کردم که آخرش این بشه؟ برای اینکه تو اون اشتباهو برداری و ببری بذاری جای دیگه؟ آره؟ ببین سر خانم، پسر من، پسر تو با دختر من ازدواج کرده، با خواهر دختری ازدواج کرده که داری بهش تهمت میزنی. منم برای همین خواستم همه چی بی سر و صدا انجام بشه سحر خانم. میخواستم این راز پیش خودم بمونه، نمیخواستم آب گل آلوده بشه، اما تو رو حساب نکرده بودم. چون منو نمیشناسی، و اگه همون چیزی که میترسی باشه، و اگه اون شک چندشاور اون موقع است که دیگه نمیتونی فکرشم بکنی که چه کارایی رو میتونم انجام بدم. آقا آقا اون فیلمی که پدرت دید فقط یه دونه یه برف کوچولو بود. اون دونه یه برف کوچولو چشم پدرتو باز کرد و گلوله یه برفی شد، بزرگ شد. این مسئله با بچه تموم نمیشه، یه واقعیت دیگر رو فاش میکنه. هر دومون زیر واقعیت ها میمونیم.
دختر، یعنی تو واقعا منو با خودت آوردی اینجا؟ دیگه چی بهتر از این؟ حداقل تو امارت نیستی، توقع داشتی برای چی کار کنم؟ اینو بگیر، یه وظیفه ای داری. چه وظیفه ای؟ باید از برنامه‌ای که تا دقایق دیگه میخوام اجرا کنم فیلم بگیری. قیافش رو نگاه کن. پسر داری چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی آخه؟ خودتو جمع کن آخه. این که تو رو آدم حساب نمیکنه. این دختر لقمه گنده تر از ذهنته. فقط اسم و رسمش نیست، اخلاقشم بهت نمیخوره. اصلا بگیم اتفاقی به دیگه نگاهی انداخت، با این اخلاقش تو رو دیوونه میکنه. میخوای چی کار اینو؟ چشماش چرا اینجوریه؟ آه، انگار سگ داره. نه نمیشه، به دردت نمیخوره. خب من حاضرم. ببخشید عزیزم، چرا چشمات اینجوریه؟ سویشرتت کو؟ چی؟ چرا سویشرت نپوشیدی؟ خب چیزه، راستش مگه موقع ورزش کردن نباید سویشرت پوشید؟ همه سویشرت میپوشن، نه؟ نه عزیزم، من خوشم نمیاد. بیا بریم، بیا. عجب، اینجوری هم خوبه، همه دخترن. البته بذار یه چیزی بهت بگم، پیلاتس به درد آقایون نمیخوره. واقعا راست میگم، آخه پیلاتس به چه درد مردا میخوره؟ دختر آخه من اینجا چی کار دارم؟ آخه تو به من بگو من الان با این قیافه اینجا چی کار میکنم؟ چی میگی تو؟ همش داری قور میزنی، مخم رفت. ببینم داری چی کار میکنی؟ درست بشین. این چه حرکتیه ها؟ تو همینجوری واسه خودت پیلاتس میکنی؟ نه خیر، مربی دارم. خب باشه، مربی خوبه، پس چرا نمیاد؟ مربیت کو؟ چرا نمیاد؟ بگو بیاد دیگه. آه، نگاه کن اومد. سلام. خوبی؟ چه خبر ها؟ هیچی، شما چطوری؟ ممنون، خوبم، خیلی خوشگشت شدی. نظر لطفتونه. شروع کنی؟ بله حتما. آها، آره همینجوری خوبه، خیلی خوبه. ادامه بده، عالیه، عالی. به شما هم در مورد ندیم چیزی نگفته. میدونم، حتما میخوای بپرسی چرا اینقدر گیر دادی، حتما میخوای بگی به تو چه، اما میدونی که ندیم برای من چقدر مهمه. همه تون اینو میدونی. وقتی اینجوری یه هایی گم شد. دخترم تو خوشبختی. منظورتون چیه؟ چرا اونجا رو نگاه میکنی مامان؟ پرسیدم خوشبختی؟ منم پرسیدم منظورت چیه؟ یعنی چی که خوشبختی؟ یعنی واقعا نفهمیدی؟ شوهرتو میگم، میخوام بدونم با شوهرت خوشبختی یا نه. چیزه؟ خب ازدواج کردم که خوشبخت بشم دیگه، نه؟ واقعا نمیدونم، نمیدونم چرا ازدواج کردی. مامان جونم ببینم، چرا همش داری به جنگ نگاه میکنی؟ هیچی، همینجوری چشم افتاد.
خب دیگه بهتره من برم. میرم پیش خواهرت. مامان تو یه چیزیت شده. فردا دخترم، فردا با هم حرف میزنیم. زود باش، زود باش، زود باش. گوشی تو جا گذاشته بودی؟ دیدم سحر خانم زنگ میزنه، جوابشو دادم و به لطف ایشون بود که فهمیدم بیمارستان هستی. پس حتما بقیهشم میدونی دیگه. آقا تو هدفت از این کار چیه؟ من همون اول آزمایش ندیمو بهت نشون دادم، الان جریان این آزمایش مسخره چیه؟ ها؟ انگار تو همه فیلم ها رو نگاه نکردی شنیز. وقتی تو گاف صندوقت قایمش کردی پس حتما دیدی؟ قابل تحمل نبود که تا آخر ببینمش. در ضمن ازت نمیپرسم چی دیدی، چون هر چیزی هم که دیده باشی دلیل نمیشه بخوای اینجوری غیر مستقیم به پسر خودت تهمت بزنی و اونقدر واضح نشون بدی که بزنت اعتماد نداری. چطور میتونی راحت ما رو تحقیر کنی؟ چطوری میتونی پسرتو زیر پا بذاری؟ شنیز گوش کن چی میگم. به عنوان یه مادر و یه همسر در حق هر دومون یه خوبی بکن، چون من و پسرم این لطفو در حق خودمون کردیم و باور کن اینجوری همه چی خیلی بهتره. آگاه جون میشه بگی اون خوبی چیه؟ برای مریخ بلیت بخرم؟ ای کاش فروشی بود خانوادگی میرفتیم. اصلا فکر بدی هم نیست. برای ما کاراچایا قدم کوچیکی بود، ولی برای بشریت نه. البته تا لحظه‌ای که مریخم از حالت تعادل خارج کنیم. بهتره در مورد مسئله‌ای که ممکنه هممون به نوعی شرمنده بشیم حرف نزنیم شنیز. حداقل این خوبی رو در حق خودمون بکن. تا کی آقا؟ کی قراره بری جواب آزمایشو بگیری؟ وقتی جواب آزمایشو بگیرم مطمئن باش بهت خبر میدم. آقا هم به عروست بگو هم به بچه‌هات. امشب همه باید سر میز باشن. خیلی مهمه. الان از این مهمتر چی میتونه باشه؟ میفهمی شنیز، به زودی میفهمی. بازی نکن لطفا. آخرین بار وقتی 15 سالم بود این جمله رو از مادرم شنیدم. منظورم موبایلت نیست، میگم با من بازی نکن. ازت میخوام بدون این که منو بپیچونی واقعیت رو به هم بگی جنگ. من که بهت گفته بودم خبر ندارم ندیم و کجا بردن. خوب میدونی که دارم در مورد مادرم با حرف میزنم جنگ. مادرم با تو چه مشکلی داره؟ نورتن، آقا ندیم بیداره. شما خبر نداری؟ من خیلی وقت دیگه از چیزی خبر ندارم. آقا ندیم رفتن. رفته؟ یعنی چی که رفته؟ امروز که وقت معاینه دکترم نداشت، پس کجا رفته؟ نه منظورم این نبود. یعنی چی نورتن؟ یعنی میخوای بگی با صندلی چرخدارش پرواز کرده و رفته؟ آقا فرستادنش خانم، یه جوری بردنش که حتی یه دونه از وسایلش هم دیگه بالا نیست. باشه، پس تو به بچه ها بگو برای شام بیان. بهشون بگو. این دیگه چه جور بازیه؟ هنوزم جوابی نگرفتم. هنوزم همون حرفای تکراریو دارم میگم. نمیتونم از وقتی اومدم اینجا چند بار پرسیدم چه خبر شده ها؟ من از روزی که حرف زدن یاد گرفتم همین حال روزو دارم، عادت میکنی جیک.
من شوخی نمی کنم. امروز رفتار مادرم خیلی عجیب بود، همش به تو نگاه می کرد. الان دیگه مطمئنم که تو هم یه طوریت شده. خب اون مادرت جمره، منم شوهرتم، گرچه فقط روی کاغذ. به نظرت میتونیم عجیب رفتار نکنیم؟ آه اینجا بودین؟ میبخشید مزاحم شدم. آقا آقا خواستن هر دوتون برای شام سر میز حاضر باشین. داملا زنگ زد گفت تو ترافیک یکم دیرتر میاد، برای همین ما میتونیم شروع کنیم. نوشه جان، دلم میخواست جواب سوالیو که همه تون کنجکاوین بدونین و وقتی داملا اومد بگم، اما دوست ندارم بیشتر از این انتظار بکشین. من ندیمو فرستادم لندن. بفرمایید نوشه جان. لندن؟ ندیم رفته لندن؟ اگه متوجه نشدی با صدای بلندتر میتونم به جواب بدم. آقا تو جدی میگی؟ منظورت از لندن همون مرکز نگهداریه که من سالها در موردش باهات حرف زدم و هیچ وقت قبول نکردی؟ آره؟ ندیم رفته اونجا؟ دقیقا همون. چرا به ما نگفتین بابا؟ حداقل یه خداحافظی باش میکردی؟ ندیم به حد کافی خسته بود. دلم نمیخواست با صحنه خداحافظی بیشتر خستش کنم. دلم میخواست از این اتفاقات دور بمونه. دوست داشتم بره یکم استراحت کنه. فقط همین. خودش هم خواست که بره. چیه عروس جون؟ دزدیدن ندیم فقط کار توه؟ خودش خواست بره یا اینکه شما به زور فرستادینش آقا آقا؟ پسرم فکر کنم بد نباشه زنتو ببری ساحل، بذار یکم به دریا بخوره تو صورتش حالش جا بیاد. خیلی پیشنهاد خوبی بود، اتفاقا این یکی از بهترین پیشنهادایی بود که این اواخر داشتم. پاشو عزیزم بیا بریم زن خوشگلم. بیا رفت لندن، میفهمی؟ آره دیگه، الان اونجا بارونی تفلکی تنها مونده. بیا نورتن جون پالتوهای ما رو بیار لطفا. ما اومدیم اون رفت، ندیم رفت لندن. جمره تا کی میخوای تکرار کنی؟ بابام گولت زد، این بار اولمون نیست، نمیفهمی؟ خودت جمع و جور کن دیگه، داری شورشو در میاری. من به خاطر ندیم اومدم اینجا، برای اینکه بتونم بیام اینجا با تو ازدواج کردم، اما ندیم رفت لندن. باشه، تو اصلا متوجه این وسط چه اتفاقی داره میفته؟ با من بی خودی ازدواج کردی.